درود به روح تک تکتون، خیلی خوش اومدید به اپیزود یا قسمت 18 ماینکرافت هاردکور، سری بازگشت آقا تراب، سری که توش اگر بمیریم دیگه میدونید خودتون، لازم نیستم بگم همه چی تمام، فقط یک فرصت داریم و باید از تمام توان و مهارت و هوشمون برای زنده موندن توی این سری استفاده کنیم. سری که آقا تراب داره از تمام موجودات ماینکرافت انتقام میگیره، سری که داره میرسه به سری سروایوم و به زودی از اون طولانی‌تر خواهد شد و فکرش هم نمی‌کردم از سری سروایوم قوی‌تر بشم تو این هاردکور، یعنی که نوب سگ بودم هستم. و این سری به شدت داره بهم حال میده، به شدت داره بهم خوش میگذره، به شدت تو ویدیوها بهم خوش میگذره، به شدت کامنتاتون رو میخونم، حال میکنم و میخندم و شما هم بسیار مثل این که آی با این سری موافقید و دوست دارید که ادامه بدیم و منم که براتون گوش میکنم، خودم خیلی دارم با این سری حال میکنم و کلی کار داریم، فقط امیدوارم نمیرم تو این سری. بریم معطله تو بازی و قبل شروع ویدیو تشکر میکنم از اسپانسر این ویدیو، بروکر آروم گروپس. اگر میخواهید اطلاعاتتون راجع به ارزهای دیجیتال، بازار بورس جهانی و فارکس بالا بره، داخلش معامله کنید، از اخبارش مطلع باشید، یه سر به کانال یوتیوب یا پیج اینستا یا وبسایتشون بزنید، لینک همش تو دیسکریپشن هست. زنگوله رو فعال کن بریم. فرصت ها تکرار نمی‌شن. بروکر آروم گروپس، اولین قدم برای سرمایه‌گذاری. به به، چه صدای بارون قشنگی و من صدای ویلیجر رو قطع کردم، درست کردم، آره رو 9% گذاشتم صدای ماپای خودی رو. بچا پارت قبل رفتیم اند و طولانی‌ترین ویدیویی بود که تا حالا ضبط کردم و دیدید که تو ادیت هم مثلا کلی کوتاه کرده بودم، 35 دقیقه در اومد و گذاشتم و جام حال کردید و کلی استقبال کردید. دم همتون گرم که ویدیو رو خیلیاتون تا آخر نگاه می‌کنید. 1 ساعت و نیم از اینکه 2 ساعت ضبطش طول کشیده بود و اونو کردم 35 دقیقه. ببین چقدر من تو اند گشتم برای یه الایترا و ببین پس با این حساب چقدر این الایترا برای من با ارزشه و باید حسابی ازش مراقبت کنم. خب چند قسمت قبل حسابی ما در تلاتون بودیم، همش داشتیم امرالد به دست می‌آوردیم، انچنت می‌کردیم، نمی‌دونم ماب می‌کشیم، رفتیم دراگون رو کشیم، رفتیم اند با اون همه بدبختی تا دم مرگ رفتیم الایترا پیدا کردیم، این همه چوب زدیم، این همه کار انجام دادیم، این همه انچنت اوکی کردیم و همش در حال انجام کار سخت بودیم. این اپیزود می‌خوام یکم چیل کنم، یکم از نتیجه زحماتم توی ماینکرافت هاردکور لذت ببرم. البته خونه زندگی درست حسابی ندارم، هنوز خونه ندارم به اون صورت و باید یه جای درست کنیم. این پارت قراره خیلی بهمون خوش بگذره و لذت ببریم و یه سری کارهای مهم هم داریم. اولین کار مهمی که باید انجام بدیم طبیعیه بعد از بازگشت از سفر، خب لایک زدیم؟ نه. باید وسایلمون رو بذاریم تو چست مست و ما کله دراگون هم آوردیم حاجی، اینو موقتا میذارم اینجا، خیلی خوبه و اینو من فکر کنم میشه با ردستون فعالش کرد اگر اشتباه نکنم. ما یه لور میخوای این صورت که یه لور میسازی، حالا کابلستون ندارم، لول میخوام بسازم. بیا بابا دای لیور همینجا بساز، بیا اصلا کرافتینگ تیبل نمیخواد، نوب سگ بیا اینو بردار یه دقیقه، ببین ایتس فعال میشه، درش تکون میخوره، به مولا چقدر خوبه، تو سروایو ندارم اینا، دارم بیارم. و دیدی که بیرون چست پلیت نزدیک بود بمیرم تا وسط اندمرم و چقدر خطرناکه، واقعا چقدر خطرناکه. وسایل اندمون رو بذاریم توی چست مخصوص اند، مثلا نداره باید چست درست کنیم، بدوش در ساخت چست میشه کوشا با شالکر باکس هم الان میتونیم درست کنیم، 5 تا شل داریم. به زودی میریم اپیزودهای بعدی اند رو و NCT رو لوت میکنیم، دو سه تا NCT بده کردم که لوت نکردیم. حالا بعد الرتامو انچنت کنم، ندرکامو میذارم تو پوشه ندر و این پوشه رو فعلا بکنیم پوشه ان، چیزایی مثل شالکر رو میوه کورس و اندراد و اندستون و نمیدونم اینا رو میذاریم اونجا، اندر پرل جاش اینجاست، ولی من دلم میخواد اندر پرل رو از این به بعد به همراه آی اف اندر بذارم تو پوشه اند، چون به اند دیگه بیشتر مربوطه از نظرم، دیگه شخصیه دیگه برام. تبر شماره 4 میذاریم، شمشیر ندر آیتم که داریم، چقدر ما اصلا وضعمون خوبه تو هاردکور. پوشن اینستنت هلث هم که از اند پیچوندیم و میذاریم تو پوشه پوشن هامون و دراگون هم داره ویغ ویغ میکنه اینجا، بله داره میگه که چرا منو کشیدی، درست میگم؟ بله به هر حال که این پارچر اینجا رو فرش کنیم، دیگه نیاز نیست اینجا رو فرش کنیم بچه، چون آیرن گولم میگه من نیدم اسپان بشه اینجا چون پایین اسپان شده، خوبه عقلی کردیم. خب این چیز میزایی که آوردیم از اند میذاریم اینجا، یه دونه آها یه بیل افیشنسی 4 بود تو اند هاجی، ان سی تی اینو ورش آوردیم، این به درد ساخت و ساز میخوره قشنگ، نگاه کن سرعتو حاجی، فکر کن افیشنسی 5 بزنیم چه سرعتی داره. خب ما افیشنسی 5 میزنیم چون خیلی وضعمون خوبه، فعلا اصلا این 4 استفاده میکنیم. آره خود دارم چوک میکنیم، خیلی همینم ندارن ما، چون وضعمون خوبه کلی اینجا امرالد، نه اینجا نه البته اینجا امرالد داریم، کلی انچنت داریم و ویدر اسکلتون اسکلت به زودی ویدر هم میزنیم و به هر حال بعد. واسه هنوز خیلی تو کامنت ها ازم میپرسن که عرفان داستان فیدر فالینگ چیه؟ فیدر فالینگ 4 یک انچنتی تو ماینکرافت که باهاش کمتر فال دمیج میخوری و آسیب میبینی و من با این توی سری سوروایو که داشتم برای اولین بار دهن بچه‌ها رو سرویس کردم و شما همه بعد موافقت با فیدر فالینگ 4 تو کامنت ها تایید کن، فیدر فالینگ 4 داریم ما و بنویس که بقیه هم برونن داستان فیدر فالینگ 4 رو تو کامنت ها تعریف کنید، برو تعریف کن بقیه چری ترا بشن، لایک زدی زوری اینجا ما چوب نداریم،
داریم کم داریم به هر حال. او نه 39 تا لایت خود نکم نداریم من زایشم 12 تا دایموند هم آوردیم میدیزیم دایموند رو به یه اکس یک استک کامل دایموند مخم دراغون هم داریم که فعلا جایگذاری نمی کنم چون میخوام به زودی منزل بسازم تو منزل پادشاهیم جایگذاری میکنم دیگه. پارت بعد هم شاید بریم چیز رو لوت کنیم لوت بودلند منشن رو که دیگه پوتم داشته باشیم خیالمون راحت شه. الان امرالدامون رو ورم داریم این پارت کم انچنت های خفن تر بزنیم چیل کنیم قشنگ. کتاب بده کتاب کو کتاب نداریم باری کلا ولی کاغذ که داریم ولی من میشه کتاب نداشته باشیم میشه چرا نمیشه چرم هم کم داریم کلا همه چی کمه داریم به مشکلات زیادی تو کمبود میخوریم انقدر رفتیم به مسخره بازی تام ببین مسخره بازی نرفتیم تو این هاردکور خدا یا خدا چه هوایی شد بچا میرسه اگه شمشیرمو بندازم تو این دیگه نمیسوزه نه چون ندرایتیه ولی نمیندازم چون میترسم اگه بسوزه چی قصه میخورم خب چرا بندازم بابا همه خوابیدن سلام به آیرن گولم ما میخوابیم فعلا صبح از دوستان عزیز خرید میکنیم یا خدا چه طوفانی بیداشید آقا بیداشید بیا سر کارتون ما برای الایترامون یه دونه مندینگ میخوام یه آمبرکینگ سه که زود خراب نشه چون این الایترا ما دیدید دیگه تو اپیزود قبل وای با چه بدبختی به دست آوردیم پاور پنج نمیخوام برو گم شو شارپنس فیدر فالینگ 4 لوتینگ 2 بلاست پروتکشن فورمز آنسون فورمز فورمز هم باید بخریم فورمز اینفینیتی افیشنسی آمبرکینگ آمبرکینگ میخوام خب دو تا آمبرکینگ 2 میخریم بله حیف پول واقعا دو تا هی این لول های که دراگون به دست آوردیم قرار به فنا بره. خب این میشه آمبرکینگ سه که میذاریم رو الایترا رو سپرم فعلا نمیخوام بذارم چون دلم نمیخواد فلیم آنا فلیم اون آخر خریدیم قبلا واسه تیرکمون یعنی مندینگ فروشمو چیکار میکنه پس نمیاد سر کارش جایدن پاور 4 فروشمون هم هست مندینگ فروشو چقدر ارتقا داده ماشاءالله مندینگم 23 تا امرالد با کتاب مندینگ ندارم بالا فکر نکنم روشه باشم بخر گدا بازی در نیار امرالد زیاد داریم روش به دست آوردن امرالدم زیاد بلدیم خدا رو شکر چوب از اون چوبا میبینی هر 4 تا درختش یه استک امرالد والا به خدا باج این دراگون چه ترسناک شد خیلی خب ایزیه ما اول میایم اینجا راستی یه سری انچنت هم داریم همینجوری فایر اسپکت 2 فلیف فایر اسپکت 2 که مکس الان میذارم رو شمشیرم که شمشیرم آتیشی بشه دیگه خیلی قوی میشه مثلا شاخ میشه فلیف من میذاریم رو تیرکمانمون حالا میار ولی اول زرهمون رو قوی کنیم جونمون مهمتره مثلا ثورنز بزنیم جز ثورنز هم بزنیم دیگه فکر نکنم زرهام چیز خاصی بخواد خب ما اول یه آمبرکینگ 3 درست میکنیم ها. بعد میشیم با مندینگ هم ترکیبش کنیم بعد بزنیم رو چیز فکرم کمتر لول میگیره اینجوری بعد اگر بزنیم رو الایترا 8 تا لول خوبه دیگه به هر حال الایترا و اعبا الایترا انچنت شده یکم گفته بود که اگر چست پلیت تو بذاری اینجا بعد با این قاطی کنی یه جوری میشه که هم میتونی پرواز کنی هم بهت آرمور میده ولی بچا این تو ماینکرافت نرمال این اتفاق نمیفته این یه جور چیته اینی که شما میگی یه جور تقلبه میشه زمانی که یک ماد پک مخصوص داری ماد داره اونو بریزی میتونی این کارو بکنی که خب من این کارو نمیکنم چون این تقلب حساب میشه به اثرات نرمال بازی خارج من دوست ندارم اینجوری حالت عادی خوبه حالش بینه که مثلا میخوای الایترا بپوشی زررتو دراری در خطر باشی مثلا اینجوری دیگه میریم برای حاجی امرالد کم دارم خوام برم تورنز بخرم تورنز 3 و این بیلو بذار اینجا دیگه تورنز 3 داستانش اینجوریه که مکس هم هست ایشالله دیگه اشتباه نخرم ببینم 4 و 5 هم داره ولی نه مکس روی زره هامون بزنیم هر مابی بهمون دمیج بزنه یه مقدار از دمیجی رو میزنم خودش میخوره که خیلی خوبه یهو مثلا ماب خودش میمیره الان میریم تستش هم میکنیم و حسابی لول میخواد واسه این زره ها بخوام همه رو تورنز بزنیم اون داشی که میفروخ کجاست این پلینگ چی بود آجی تورنز فرو اینا این تورنز 3 میفروشه 1 2 3 هر چی داشتیم هدر دادیم همه رو نکنه فقط رو چست پلیت میشه فون زد برام ببینم فقط رو چست پلیت پوستتون رو میکنم ها ان شاءالله که میشه رو همه چی تست کنیم مثلا رو کلاه میشه 19 تو فقط بیا پایین سرمون درد گرفت بابا اول چست پلیت طبیعتا وای 27 تا لول میخواد که یه فون بابا میزنیم دیگه حالا 27 لول خب این ماب بیار منو بزنه مثلا آیرن گولم که نه شب شد زامبی رو تست میکنه 27 لول از تالا همش لول بالای نیده بودم که بخواد مثلا اگه تست کنی مثلا فرونز رو الایترا بشه زد نه چرا باید بشه زد نه احمقانه است اگه بشه زد آجی فرونز فقیرمون کرد تو شلوار چقدره 20 برو گم شد نمیتونم بزنم دیگه یه ثورن زدیم بقیه ثورنزا بمونه واسه زمانی که لولمون خیلی زیادتر شد فعلا میذاریم سر جاش بعد شکست خورد پروژه ثورن زدن فقط یه رونه زدیم و فلیمو بیار فایر اسپکت دورم بیار اینا رو هم داریم اول فایر اسپکتو میزن 19 وای چرا اینجوری شده لول اینقدر زیاد میخواد به خاطر اینکه هم ندرایتی هم کلی انچنت روشه و مشکلی که هست میدونی چیه بچه ها اینکه من فکر میکنم این لول هایی که از دراگون گرفتیم کلی قرار به درد بخوره ولی گوزم نشد فلیمو میزنیم روی 9 تا لول میخواد فعلا این یعنی الان آتیشی میشه دیگه تیرش آره خوبه تیرکمون آتیشی داریم الان
خوبه ببولم لول. خب دیگه فایر اسپکت هم نمیتونیم بزنیم، خسته نباشین. کش فایر اسپکت میذارم کتاب بزنیم چه بزنیم اینجا یه جوری چست ساختم برای چرم، کلا 14 تا چرم دارم، خسته نباش. چه شکستی خوردیم بعدم، چه شکستی خوردیم. پرواز که الان نمیکنم با الایترون، حیف الایترون. در حال حاضر این چند خاصه دیگه هم که نمیتونیم روش بزنیم، مثلا این چند خاصه دیگه اصلا نمیخوایم الان واقعا، به جز فرونزا که بعدا رو بقیه زره هم بعد بزنم. پس این پارت ما یه منزل میخوام الان، یه پروژه رو استارت بزنم بالای همینجا، یک خونه بسازم برای خودم که دوباره یه مقدار شبیه تاکسیک ورلدمون میشه، یه مقدار مموری عجیب غریب میشه، ولی به نظر من بسازیم دیگه. فقط احساس میکنم برای استارت ساز کم بوده منابع داریم. مثلا کابلستون کلا 4 5 تا استکشن ندارم که بعد اینو فارمشو بسازم با یکس سیلک تاچ دار که بتونیم استون ماین کنیم. ولی خوب یه کابل دیپ سلیت اینه که پختن نمیخوام. آقا اینا پختن نمیخواد. برو تو کامپیوتر بنویس نمیخواد. پس در نتیجه اینا رو میذاریم، با اینا میسازیم و چوب که کلا 39 تا لاگ داریم. خیلی واقعا خسته نباشید. فقط کاش میشد به جای چوب اوک معمولی که دیگه خیلی خز شده، مثلا مثلا یه چوب خفن‌تر گیرمون میومد که میاد. بعد مثلا بریم سمت جنگل و اینا، جنگل هم پیدا کردیم دیگه این پشته. اون موقع یه چیزای جدیدی گیرمون میاد. خوبه. الیترو هم داریم دیگه، سفر آسون راحت میریم میایم. کشاورزی نوین، این آبیاری قطره‌ای. درخت خطاب به ما رشد نکردم. رشد کردم. زهر ما. او حواسم نبود بیل افیشنسی دار دارم. او اینه ها بدی بیل افیشنسی دار، جر میده دمجه. بله مقدار زیادی که نه، مقدار کمی چوب دارم. سپلینگ نمیخواد، ما شالله انقدر داریم که وضعمون خوبه دیگه تو هاردکور. انقدر پارت قبل خسته شدم، اصلا این پارت دلم نمیخواد کار سخت انجام بدم. من یک حدودی از معماری که میخوام بسازم دارم و الان دو تا تصمیم میخوام بگیرم. یکی ادامه ساختمون رو بدیم بالا، اصلا پنجه منجره هم نداره، مثلا طبقه 3 رو بزنیم بشه منزل اصلیمون، مثلا اتاق پادشاهیمون و اینا، یه چیزی مثل سوروایومون حدودن، یا یه منزل جدید بنا کنیم که ترجیح من گزینه اوله، همینو بریم بالا، بعد همینو خوشگل مشکلش میکنیم، زیرمون هم ویلیجر است، خوبه مغزمون سرویس میشه، عالیه. پس ما درت برمیداریم که زیر پامون بذاریم، کلا بتونیم راحت بریم بیایم و اول میریم روی سقف تا داستانو شروع کنیم. استون کاتر هم به من بدید لطفا، ما داریم، مطمئنم که ما داریم استون کاتر نداریم باریکلا. من منظورم همین بود، یعنی مطمئنی نداریم، استون که داریم، پس اینون استون کاتر میسازیم. الون استون کاتری که آها میگم کجاست حاجی، اینجا باید باشه. نه اون وره. پس خب بریم رو سقف ببینیم که نخبر. بله تا ما میایم بگوزیم شب میشه. دای اون تخت رو بده بی زحمت نکن، تخت هوشمند ها، این در این تا ابد میمونه اینجا، دستم بهش نمیدونم. خیلی هم قشنگه، کامپلت تایید کن قشنگیشو. اینو میذاریم اینجا، فقط منتظرم این مابی بیاد منو بزنه. خب منو بزنه ببینم تونزه چه جوریه، تونزه چیه. خب ما تایل میسازیم، تایل نه اسلب میسازیم. اسلب چه اسلبی؟ ما دو سه مدل اسلب داریم، اینو تایل، اینو پولیشته که من پولیشتو بیشتر دوست دارم. کابل دم من پولیش خشنگتره. خب چرا کابل بسازیم؟ وایسا اینجا رو تایل درست کردیم، اینم مجبوریم تایل درست کنیم. خیلی مهم نیست چون میخوایم در آخر فرش بذاریم. چرا یهویی شب میشه اینجا؟ مشکوکه، عجیبه، واقعا عجیبه. خیلی خب یکم گستردش میکنیم، مثل ببین مثل سوروایو و معماری های سمی، با عرفان تاکسی که سمی و با تاکسی گارمی های سمی. شما در حالت عادی چیز بزرگی رو میسازن، مردم میره بالا کوچیکتر میشه، ما یه چیز کوچیکی میسازیم میره بالا بزرگتر میشه. اینجاست که فیزیکا میبرم بله زیر سوال. و به هر حال یکی سبک خودشو داره دیگه، تو پادشاهمون سه تا از هر جهت بزرگ کنیم یه خورده گندگوزی نیست؟ نه دیگه، دیگه بابا این همه زحمت کشیدیم که بیایم نون بازومون رو بخوریم، هم میسازیم سه تا این ور، سه تا این ور، سه تا همین ور. به به چقدر زیبا ساختم. آخ چون زامبی دا، یه دقیقه بیا منو تست کن این زرهمون رو. حتی فقط الان چست پلیت هم فرونز داره، بزن دمیج میخوره. اسکل نوب سگ الان میمیرن خودشون، که چقدر خوبه. دمیج زدیم ها پدر سگ، چرا نمیرن ها؟ بمیر دیگه، بذار آتیششون بزنیم. او پاورپین داریم راستی قوی. چرا دمیج خوردم الکی به چستم؟ چرا مریضم مگه؟ مسیر رو نمکن تو رو قرآن، مسیر جهنمی دقیقه بکم. اسکلتون فول آرمور گولد، یرونم ما زامبی فول آرمور دایموند دیدیم یه بار، گفتین عرفان خیلی کمیابه، چرا کشتیش میتونستی دایموندشو بگیریم؟ میخوام چیکار آقا، این همه داریم خودمون. پس از تکمیل کف میبینمتون. آن راستی تا من دارم کفو تکمیل میکنم، زهر ما شما برین چیز کنید، کامنت مامنت بذارید 7 8 تا 20 تا کامنت معنی دار، برو بذار.
خب این از کف و بعد اینکه ساختم متوجه شدم اینا تایل اینا بریکه و اینا تایل اینا بریکه فرق میکنن با هم و ایناست که میدونی نگاه هم بده. مثلا ما بریک ساختیم ولی تایل این بود. آره نداره چون مهم میخوام فرش کنم اینجا اصلا هرس نخورین آرامش خودتون رو حفظ کنید. رنگ قرمز میخوام واسه فرش قرمز و پس از ساخت هر بنا بچهای قدیمی تام میدونن داستان از چقدر داستان این قراره که میرن تو کامنتا تایید میکنن که این قشنگترین چیزی که تا حالا تو تاریخ ماینکرافت وجود داشته. جدیدتری اگه نمیدونی داستان چیه میری تایید میکنی مگه نه بن میشی از کانال دیکتاتوری و هایکر برو تایید کن. حالا ارتفاع چقدر باشه من میگم نمیدونم من واقعا نمیدونم و فقط چیزی که میدونم اینه که بعد اول انتخاب کنیم که دیوار از جنس چی بود. حاجی خیلی دارک میشه اگه از جنس دیپ سلیت باشه. همون مثل من میگم اسکی بریم از دیوار خودمون پایینه مثلا چه جوری فرمشو چوب زدیم. خب میدونی چی میگم فرمشو چجوری چوب زدیم اونم همون کارو بکنیم. چی فرمشو دیپ سلیت زدیم خودشو چوب زدیم یعنی معتاد نمیگه. یعنی ببین ماینکرافت پشتش به ماست. تا حالا میدونستی این پشتش به ماست. توضیحش یکم سخته بعد در عمل ببینی. خب همون ستوناشم که به کوه‌ها ستون زمینا رو بعد انتخاب کنیم که من میگم چیزلد بزنیم. چیزلد که خوبش از 4 تا هم فکر میکنم بسته چون فریمش رو فقط میخوام از این بزنم. 6 تا هم کم البته ولی حالا میزنیم 1 2 3 4 5. ما موگم اگه 5 باشه کمه میکنیم 6. آره دیگه یه ذره ریخت و پاش میکنیم. من میگم که سقفش بلند باشه. میدونی چی میگم سقف اگه بلند باشه خیلی حالش بیشتره. بعد خورده ساخت و سازش سخته دیگه اون تو کریتیوه که راحته. پس از زرن فریم میبینمتون دوباره. خب اینم از فریممون که بسیار فریم تاریک و باشکوه شد. به به تایید کن تو کامنت ها آفرین. میدونی خودت نیاز از من بگم به هر حال واسه فری بورز امروز نیست به خاطر اینکه شارژ نداشتش. فری بورز خسته بود. آره اوه عرفان تاسکی حالا چه گویی میخوای بخوری مشخصه. و الان به ذهنم رسید که مثل هاردکار قبلی که توش مردم آره اینجوری کنیم که یه بالکن اینجا باشه. ببین خیلی خوشگل میشه یه بالکن اینجا باشه بعد شیشه باشه اینجا ویوش ویو داریم قشنگ به سمت مزارع نیشکر به سمت روستا قشنگ روستا رو زیر نظر داریم مدیریت میکنیم رفت آمد رو. به نظر من خوبه میدونی این ورم کوه پشتش به ماست. به هر حال قشنگه این دور و بر کلا قشنگه. حالا الان انرژیس هست کمه بخواد اینکه شیدر میدر هست داره زیاد کنه قشنگترم میشه. پس زهر مار پس ما شن میخوایم که من میگم این دیوارو کله و مل یا نه یا آره من میگم بکنیم شیشه ای کنیم کله و مل پراسش کنیم. پراست خیلی کلاس داره. پراست چه کنیم کلاسش خیلی دیگه میره بالا اصلا فول کلاس میشه. پس بجز اون بقیه جا رو چوب میزنیم فعلا و برای چوب زدن ما پلنک میخوایم زیاد داریم چوب انقدر داریم. پس برای زدن دیوار میبینم تو شما برو کامنت بذارید برو کامنتتو بذار. به به دوباره معماری های سمیمون شروع شد آقا تو این سری بازگشت آقا تورا هم شروع شد. خب این از این اینا رو پردن چیه؟ بعدا شیشه هم میزنم یعنی پنجره میزنم واسه شون. الان ما شیشه میخوایم سر تق و توق میاد چرا و برای شیشه هم شن میخوایم و برای شن هم بعد بریم. سلام قربان چی گفت تو بیا اینجا یا برو بیرون. آه فلچره نرو بیرون آفرد پسر خوبی هست امرالد میده این همه چوبا ما سقف ساخت خونه گرده. ما چی میخوایم؟ ما زهر مار میخوایم شن میخوایم که کلن نداریم و میشه یعنی میشه ولی چرا شیشه ولی من مطمئنم داریم 39 تا اینجا داریم یه مقدارم پخته اینجاها باید داشته باشیم. وایسا اون روز داشتم میپختم که آینه 12 همین گیر 12 تا بودم به روزش یه برو گم شد. ریسکش نمیارزه با اینکه خیلی قوی ما به خاطر اینکه نور باشه میگم تو تاریکی نمیشه چه غلطی کرد تو ماینکرافت. شیدر هست که بدتر یه اصلا کور میشه کل این روستای گلم آباد همه جا توش آیرن گلم اسپام میشه. خاک بر اون سرت که تو هر سولاخی اسپام میشه. دستش خود به من یه دونه دمیج میدی که در چه دمیجی میده یعنی هر بار تو هاردکور هر چه قدم قوی میشم باز به این نتیجه میرسم که هیچ وقت نباید با آیرن گلم سر به سر بذاری. هیچ وقت منم سر به سر نمیذارم. بابا اینجا رو کلا تل زدیم توش چوباش همه رو برداشتیم اینو شناش هم برمی‌داریم که دیگه یه دست شه. یکم کلی هم می‌خوام که آجر بپزیم. می‌دونیم چی کار کنیم با آجرا. آجرا رو بلند می‌کنیم آجرا رو گلدون درست می‌کنیم. گلدونا رو هم گل می‌زنیم توش برای تزیین بالکن. تایید کن. خیلی قشنگ میشه ولی. خیلی قشنگه. قشنگ میشه. من تنها تزییناتی که تو ماینکرافت بلدم. گلم نداریم حتی.
داداش من باجدار اینا رو بردارم قشنگ در زدیم تو روستا و دکورش و نمیدونم همه چی. مرتضی رو نگاه کن، مرتضی بیا بریم ببرم تو خونه بذارم. او فریم آجی به مولا، به مولا. مرتضی کو، مرتضی کو، بیا اینجا، بیا بالا، بیا بالا مرتضی، بیا بالا. موری کوشی موری، بیا تو، بیا تو پدر سگ، بیا تو پدر گربه، بیا تو بهت میگم. اومد تو همینجا به تمرک نری دیگه، بشین اوه هم بالا بشین، هم جات خوبه. مرتضی داره اینو نگاه میکنه، نگاه کن داره اینو نگاه میکنی. هول نشو، اسمشو بذار اینجا بپز، شیشه رو گذاشتم بپزم. بعد میگن چرا به عرفان تاکسی میگی نوبه سگ، بذارش نوبه سگی، شیشه رو گذاشتی چیشو بپزی الان دوباره. خب اینو بذار حالا تا اون بپخه، 51 داریم بابا دایی به مولا. بیاییم از الایترای خود در راستاهای درست‌تر استفاده کنیم، وسطش هم پیدا کنیم. بذار اول بسازیم بعد وسطش رو پیدا کنیم. ماجی به خدا حیف این همه شیشه، ولی خوبه این شیشه های سر میشه تو شیدر باحاله. ویو رو ببین، حالا هاردکور قبلی تو جانگل بودیم، الانم جانگل خیلی نزدیکه، اونا میتونیم بریم اونجا منزل بسازیم، ولی دیگه برای هاردکور واقعا خطرناکه جانگل. از هاردکور قبلی همش استرس داشتم، تو این هاردکور هم دارم کلا استرس دارم. هاردکور دیگه بعد استرس داشتم نداشته باشی میمیری. اینجا رو بعد دیگه کم کم سر سامون بدم، این روستایی ها رو نمیدونم، آیرن گولمایی که اون توی اسپام میشن و مابایی که اون زیرن و یا خدا کلی، جای کلی نداره اینجا، سپلینگ ها حداقل بردار. خیلی مایل بودم برای این بالکنم یه دروازه کوچولو ردستونی درست کنم، ولی اونجایی که شیشه است و ردستون ها اینجا همه مشخص میشن احتمالاً خیلی با مذاقم خوش نمیاد. اصلا ولش کن، ردستون مال بچه سوسول هست والا، بلد نیست. ای آجور ریسیپش باشد، ریسیپ آجور چجوری بود؟ چیز گلدون، گلدون هر ست آجور باش قبوله، بعدم میسازیم. خب وسط اینجا منم بیابیم وسطشو، شامونم انقدر کمه ای بعد بریم بیاریم. خب بذار من بشمارم ایشالله که فرد باشه، من دوباره بیرون محاسبات هم اینجوری ساختم. 1 2 3 25 فرد بودنش به دردمون نمیخوره، بگو چرا؟ چون میخوایم در دوتایی بزنیم، مگر سولاخ یه دونه ای بزنیم، یعنی این وسط مثلا اینجوری ناکن، اینجوری وا باشه مثلا ازش بریم بیایم، که اینم خوبه. بی در و پیکر پایشم، پایشم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تموم بعد این بلاک میشه، این بلاک میشه وسط اینجا. اوکی با حالا دیگه از وسطش بری بیایی خوره اتاق پادشاهیش ناامن میشه، ولی کی مگر تو بالکن ما میخواد بیاد؟ کسی نمیتونه بیاد، کفتر نمیخواد بیاد تو که برینه رومون. خیلی هم شیک و پیک. یه کار دیگه میتونیم بکنیم، ستایی وا بذاریم اونجا رو. میبینی چجوری میگم؟ اونم وسط میشه باز، ببین اینجوری وا باشه، اینم قشنگه به نظرم، بهتر از یرونه، یرونه تنگه یکم، این خوبه. اگه موافقه تو کامنت ها بنویسید کف بالکنمون از همین دیپ سلیت ها باشه، خیلی دارکه، چوب باشه بهتره. چوب مدل دیگه هم نداریم، سپلینگ های مدل دیگه هم من ندیدم داشته باشیم که بکاریم. اینا همه مطالبیه که بده و پارت بعد حتما باید بریم چیزای جدید بیاریم، سپلینگ مپلینگ های جدید بیاریم. البته قبلش کار مهمتر رو میکنیم، مثلا وودلند منشن. مقدار زیادی مس داریم و من یکم راجب مس نمیدونم، بذار الایتون بذارم اینجا یه دقیقه. راجب مس من یه چند تا سوالی دارم که الان میخوام بپرسم. یکی از سوالام اینه که مس رو آیا بلاک که میدونم میشه کرد، بلاک مس اینجوریه دیگه، آره خب رسیپاش باز شد، منم اسلب میشه ساخت یا نه ببینیم. که ببین شمش میشه ساخت، بلاکش رو میشه ساخت، وکستم که همین است که با اصل قاطی میکنی، اصلا همینجوریش این زنگم میزنه راستیه. از اینا هم که دارین که 4 تا بلاک میشه گیرون از این، نه نمیصرفه با مس بخوایم کف بالکنم، جالبی در نمیاد. بلاک مس با حال من تا حالا نداشتم، این استفاده نکردم، صدای باحالی میده. بعدم میتونیم با چوبهای قشنگتر مثل اکاسیا و اینا بگذینش کنیم دایی. بالکن رو تمام عرض نزنم دیگه، مثلا اینور چند تا بلاک خالی، 1 2 3 1 2 3 4 5 تا، از اون برم 5 تا خالی میذاریم. خوبه که مغزم رو بیشتر به کار بندازم. 1 2 3 4 5 6 اوکی. اونان احمقا رو ناکن، انقدر موندن اونجا بچه دار شدن. به به آجی آجی، ویو رو ببین چی زدم. آجی حاجی حاجی حاجی، بالاتر هم میتونیم بریم و راضی ام من. حالا شما برسید تو کامنت راضی هستین یا نه، من خودم بعدم نیومد، با اینکه خیلی روش فکر نکردم و زمان زیادی نذاشتم، همینجوری یهویی به ذهنم رسید، چیز باحالی شد. خوبه، شیشه خوبه. بالکن اونا میتونیم دیوار سنگی یا فنس بکشیم، که فنس خورده واسه بالکن سوزمون زایی است، ولی هیچی بکشیم هی زرتی نیفتیم پایین، چیزی نمیشه آبی افتیم، برای قشنگیش هم هست. خب فنس بکشیم بالکن بی در و پیکر. یه کار باحالی که میتونیم بکنیم مثلا اینه، اینجوریش کنیم دورشو،
به نظرم باحاله، نمیدونم. یعنی نصفه بلاک همون اسلب بزنیم. بازم چیز باحالی میشه. یه دونه کرافتینگ تیبل هم بزنیم برای اینجا. سقف اینجا رو هم دیپ سلیت بزنیم. خیلی سیاه میشه ولی دیپ سلیت بزنم احتمالاً. شاید هم چوب بزنم ولی دیپ سلیت باشکوه تر عوضش. بالاخره سنگ دیگه. و قدیم ورژن 1.18 نبود. همه رو باید با کابل استون و استون اینا میساختی. خب اینجا رو چیکار کنیم؟ اینجا رو همینجوری فکر کنم بسازیم. خوبه دیگه. بعد مگه اینجوری؟ به نظر من بال بزن از پایینم ببینیم. به نظر من باحاله حاجی، خوبه. فقط اینجا چرا تاریک شد؟ حالا روالش میکنیم. بچه ها احساس میکنم این بالکنه یه چیزیش کمه، یعنی کم که خیلی زاش کمه. آها سقف خونه رو نزدیم هنوز. به نظرم پورت بعد بزنیم. بذار اول پنجره رو تعیین کنیم، ولی پنجره رو زمانی تعیین کنیم که تخت پادشاهی بذاریم. تخت پادشاهی من این وسط مثلا میتونم بذارم. تخت که نه، یه صندلی پادشاهی. صندلی پادشاهی آره. تا اون موقع شما ببینید هر ایده ای دارین بنویسید راجع به این موضوع. تخت کجا باشه، صندلی پاشه کجا باشه، پنجره ها چجوری باشه، سقف چی باشه، همه رو بنویسید تو کامنت ها. و پارت بعد احتمالاً این سازا رو اول تکمیل میکنیم بعد میریم سراغ وودلند منشن. پس مرسی تا اینجا ویدیو همراهم بودید. لایک کامنت سابسکرایب و زنگوله کانال یادتون نره. پیج اینستاگرام دوستاش فالو کنید که چیز دیسکریپشن هست. مراقب خودتون باشید تا پارت بعد. نظر یادتون نره. خدافظ.